که شرکت ابزاری بره فعلا بسته بشه تا یک تعهدات به شورای ولایتی بدن. تعهدات شورای ولایتی که قرار بود بینات بدن این است که افراد معتاد به هیچ عنوان دیگه متربونه کرده نمیتونه بعد اینا تست بشن و تعداد مترمونا باید بالا بره، بلت مسیر را زیاد است، خسته میشن و بعد از این که مترمونا سالم باشه و تعداد اینا زیاد بشه، اگر حادثی هم رخ بدهش باید طرف خدایا حداقل به مجروحین و به خانواده شهیدا بعد اونا کمک بکنه و اونا وعده دارن که ما به زودترین فرصت به شورای ولایتی میم و به پیشنهادات شورای ولایتی ما قبول میکنیم، میپذیریم و هیچ مشکل بین ما نخواهد بود و تا زمانی که به تعهداتی که شورای ولایتی داره اونا عمل نکنه دروازه بس خواهد. اما حادثه 100% 100% از دست دریور نیست، از دست چرخ نیست، از دست نشان نیست. اما که در رابط اوجویی موتور که در ترمینال استاد باشه اوزیفای ما یا نمیز اما لیسنس که دولت با دریور میته و باید در او روز چک شوه او لیسنس میته در جایک لیسنس که لیسنس در دستش باشه چیزی قانونی دولت داده باشه لیسنس ما مجبور هستیم که ما دریوری بیتون اگر اسناد نداشتن نباشه لیسنس داشتن نباشه ما مسئول هستیم. یک دوم خرابی راست که پل نیست، پلچک نیست، در بیتوجهی ترافیک است. عموما موتور که از دروازه شرکت بیرون شده کنترولش مسئولیت اهل دولت هم اگه دولت صدا میکشه که همی موتورا میدوانه همی شرکت ها که موتور میدوانیم شما بری چی هستی، همون ترافیک بری چی هستی.